توی این ویدیو همراه ما باشید. ناگفته های جالب و اتفاقات و حواشی جنجالی از لیلا فروهر و زندگی پرفراز و نشیبش میخوام بهتون بگم، از ماجرای چند تا ازدواجی که داشته تا داوری در مسابقه دوایس و اتفاقاتی که براش افتاد. با ما توی این ویدیو همراه باشید، راجبش صحبت میکنیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع احوال به کامتون باشه. لیلا فروهر، بازیگر و خواننده معروف ایرانی، متولد سال 1337 در 4 اسفند ماه در شهر اصفهان هستش. توی یه خانواده کاملا هنری بزرگ شده و پدرش جهانگیر فروهر بازیگر و پیشکسوت بازیگری ایران هستش. اون از سنین خیلی کم، یعنی 3 سالگی وارد تئاتر شد و توی سن 7 سالگی هم جلوی دوربین سینما رفت. از 14 سالگی هم کار خوانندگی رو به صورت رسمی شروع کردش. علاوه بر پدرش جهانگیر فروهر که توی بازیگری حسابی فعال بود، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، مادرش فرنگیس فرهزادی هم از بازیگرهای مطرح دوران قبل از انقلاب بود. اون یک برادر ناتنی به نام کامران و یک خواهر تنی که کوچکتر از خودش هست به نام فریبا داره. اولین تجربه هنریش هم توی سال 1340 توی یه تئاتر، توی تئاتر سپاهان اصفهان در کنار پدر و مادرش بود. اون توی سال 44 در 7 سالگی فیلم مراد و لاله رو بازی کرد و اولین تجربه بازیگریش جلوی دوربین رو هم توی اون سال توی سن 7 سالگی رقم زد. اون توی همون سنین کم جلوی بازیگرای مطرح ایران هم خوب درخشید. در سال 1347 وقتی که فقط 9 سال سن داشت، در فیلم سلطان قلب‌ها در کنار زنده یاد محمدعلی فردین حضور پیدا کرد. بعد از اون در فیلم من هم گریه کردم کنار بهروز وثوقی تو همون سنین کم بازی کردش. شاید کمتر کسی لیلا فروهر رو به عنوان بازیگر بشناسه، ولی خب جالبه بدونید اون تا سال 57 که انقلاب اتفاق افتاد توی بیش از 47 فیلم و سریال ایرانی ایفای نقش داشته و قبل از انقلاب بیشتر از اینکه خواننده باشه بازیگر بودش. البته لیلا فروهر از سال 1351 وقتی که 14 سال داشت وارد عرصه خوانندگی شد و خودش معتقده که استعداد آوازیش رو ارث خانوادگی مادریش بوده و خیلی ها توی خانواده مادریش این استعداد رو داشتن. اون کارش رو با موسیقی کلاسیک و سنتی ایران شروع کرد، ولی خب بعداً وارد موسیقی پاپ شد. جالبه بدونید که لیلا فروهر مثل خیلی از افراد که توی سال 57 یا 58 از کشور خارج شدن و حالا خیلی هاشون به سمت آمریکا مهاجرت کردن، توی سالهای اول انقلاب توی ایران بود. اون موفق شد توی سال 65 وقتی که 28 سال سن داشت ابتدا به ترکیه بره و بعد از اونجا به آلمان نزد مادر و خواهر و برادرش بره. بعدن هم که به فرانسه نقل مکان کرد و در نهایت هم در سال 67 مهاجرت دائمیش به آمریکا شروع شد و در شهر لس آنجلس ساکن شد. جالبه بدونید توی تمام این سالها که توی ایران بود و مهاجرت‌های پی در پی که داشت، لیلا فروهر مجرد بود و برای اولین بار وقتی که به خاک آمریکا رسیدش توی سن 30 سالگی ازدواج کرد. البته که ازدواج اولش زیاد طول نکشید و بعد از 2 سال از همسر اولش جدا شدش. از این ازدواج هم هیچ فرزندی به دنیا نیومدش. لیلا فروهر برای بار دوم در سال 1383 وقتی که 46 سال سن داشت با اسماعیل محمد نبی مشهور به اسی ازدواج کرد که از این رابطه هم فرزندی حاصل نشد. اسماعیل محمد نبی یکی از پولدارهای آمریکا هستش و صاحب رستوران ها و هتل ها و کلاب های مختلف توی کالیفرنیای آمریکاه. جالبه که لیلا فروهر خیلی عاشق این همسر دومش هست و بارها توی مصاحبه هاش صحبت هایی رو در مورد اون انجام داده. اون توی یکی از مصاحبه هاش گفت آدم وقتی که سنش کمه با اولین نگاه فکر میکنه که عاشق شده و دیگه همه چی تمومه، ولی اینا در واقع عشق نیست. من تنها کسی رو که واقعا فکر میکنم با تمام وجودم دوستش دارم و حاضرم هر کاری براش انجام بدم و مثل یک روح در دو بدن هستیم، شوهرم اسی هستش.
بیشتر کارهای لیلا فروهر در سبک موسیقی پاپه، ولی خب خودش گفته که علاقه زیادی به موسیقی تلفیقی داره و موسیقی سنتی رو هم شدیداً دنبال میکنه و خیلی از کارهاش رو سعی کرده از تلفیق دو موسیقی پاپ و سنتی اجرا بکنه. لیلا فروهر بزرگترین حامی زندگیش رو پدرش جهانگیر فروهر میدونه. اون میگه پدرم خیلی دوست داشت که من خواننده بشم و خیلی هم تو این راه کمکم کرد. یادمه یه مدتی سه‌تار یادم میداد ولی خب خوب یاد نمیگرفتم. با این حال پدرم همیشه به تمریناتم گوش میکرد و حسابی ازم تعریف میکرد. سر صحنه فیلم برداریام همیشه میومد و حضور پیدا میکرد و هر چیزی که از توانش برمیومد برام انجام میداد. لیلا فروهر میگه که از غرور متنفره و همیشه سعی کرده که مغرور نباشه. همیشه در کنار مردم باشه و هر چقدر بیشتر محبت مردم رو میبینه بیشتر تشویق میشه که کارهای بهتری براشون انجام بده. لیلا فروهر خواننده محبوبش ابی هستش و بارها توی مصاحبه‌هاش از ابی تعریف و تمجید کرده و گفته ابی یکی از بهترین خواننده‌های ایرانی هست. همچنین انسان خیلی خوب و دوست داشتنیه. از سالهای قبل با ایشون دوستی خانوادگی داشتم و تا به الان هم سعی کردم که دوستیم رو حفظ بکنم و احترام ویژه‌ای برای ایشون قائل هستم. سال گذشته شاهد حضور لیلا فروهر توی مسابقه دوایس به عنوان یکی از داورهای اصلی بودیم. مسابقه‌ای که حواشی مختلفی داشت و طرفدارا و مخالفای زیادی رو برای خودش به همراه داشت، ولی خب خیلی از سبک داوری لیلا فروهر راضی بودن و یکی از نقطه‌های اوج لیلا فروهر رو میتونیم همین مسابقه و بحث داوریش بدونیم. جالب بدونید که لیلا فروهر با اینکه حضورش توی ایران به عنوان یک خواننده غیر مجاز هستش، یکی از خواننده‌های اصلی کمیسیون نوروز هستش که چند تا کشور مختلف از جمله ایران و آذربایجان و ترکمنستان و افغانستان جزء این کمیسیون هستن. اون چند سال پیش برای بزرگداشت نوروز از کمیسیون نوروز دعوتنامه گرفت و توی یکی از سالن‌های معروف آمریکا اجرای برنامه داشت. جالبه که بدونید لیلا فروهر جز معدود خواننده‌هایی که علاوه بر ایران توی کشورهای فارسی زبان دیگه از جمله تاجیکستان و افغانستان هم طرفدارای زیادی داره و توی این کشورها موفق شده کنسرت‌های پرجمعیتی رو برگزار بکنه. خیلی از آهنگ‌های معروف لیلا فروهر هم توسط خواننده‌های تاجیک و افغان بازخوانی شده. توی این سالهای فعالیت لیلا فروهر شایعاتی را هم در مورد اون مطرح کرده بودند. با توجه به اینکه اون عاشقانه عاشق همسرش اسیه است، چند سال پیش شایعه کرده بودند که از همسرش جدا شده، ولی خب اون بارها این خبر رو تکذیب کرده بوده و گفته که این خبرها باعث عصبانیت من میشه و خواهش میکنم که از این شایعات برای من درست نکنید. چند سال قبل هم شایعه کرده بودن که لیلا فروهر سکته کرده و در حال مرگ هست که این شایعه هم توسط خود لیلا فروهر تکذیب شده بود. چند وقت قبل هم که شهرام شب‌پره میخواست کنسرت خدافزیش رو برگزار کنه، لیلا فروهر توی یه پستی از شهرام شب‌پره عذرخواهی کرد و از دعوتش تشکر کرد، ولی گفت به خاطر یه عمل جراحی ضروری نمیتونه توی این کنسرت حضور پیدا بکنه، ولی خب برای شهرام شب‌پره آرزوی موفقیت و سلامتی رو داره. ممنون رفقا که این ویدیو رو تا پایان همراه ما بودید. حتما نظراتتون رو راجع به اون و خود لیلا فروهر برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و بگید با کدوم آهنگش بیشتر خاطره دارید. ممنون از همراهیتون با این ویدیو. همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.